حکایه های دردناک از حمله مرگبار جنگجویان طالب بر سربازان ارتش در ولایت نارا میکند. نورالدین محافظ مرزی افغان که هنوز گلوله طالبان پاکستانی را در سینه دارد میگوید بیش از 200 شورشی شب هنگام بر پاسگاهشان در ولسوالی غازی آباد حمله کردند و 21 هم قطارش را کشتند. جان دادن برای دفاع از کشور را باید از نظامیان افغان به ویژه ارتش آموخت. نیروهایی که با دادن جانشان نگذاشتند پاسگاه مرزیشان زیر تسلط طالبان مسلح برود. تا که دشمن را ذلیل نسازیم، دشمن را از پای نندازیم، پشتش نرویم و دادانش قطموش نزنیم، دشمن ما را اعلان نمیکنه. و دلیلش هم اینست که هست در منطقه کشورای هست، همجاورای ما، همسایه ما هستند که اونا منافع خود را در دربدری و غریبی و بیچارگی ما میبینند. ظاهرا این رویداد خونین روحیه جنگی و انتقام جویانه تفنگداران افغان در میدان نبرد را بیشتر ساخته است. نجیم سرباز دیگر ارتش هنگام برجسته ساختن نقطه صفری رهایی افغانستان از خشونت ها را نیازمند قربانی های بیشتر میداند. همه چشم امید افغانها حالا این نیروهند، سربازان ارتش که تا کمتر از 11 ماه آینده مسئولیت کل نبرد افغانستان را بر دوش خواهند کشید. اما دولت افغانستان تجهیز این نیروها با جنگ افزارهای پیشرفته را پیش شرط برای عهده‌دار شدن موفقانه مسئولیت های امنیتی می داند. امریکا آن را منوط به امضای توافقنامه امنیتی ساخته است. ما قبلا در اون نقطه برایتان خلاصه کردم که چیزی پلانا و چیزی پروگرامایی که جور میشه خب روجایش به کلی مردم افغانستان با داخل و خارج معلوم است. دوی پا افغانستان که سوله نگواری شاعت یار توب چی دی؟ طول پویگو شاعت نور خلق دی چا اگر نگواری پا افغانستان که سوله و ثبات راشی، اگر نگواری چه افغانستان آباد شی، اگر نگواری چه زمون زوانان مکتب تلار شی تحصیل وکی. دیدن اجساد شورشیان طالب نشان می دهد که این گروه نیز تلفات سنگین در این رویداد داشتند. لیدر ستیز ارتش ملی از ادامه درگیری ها تا نیمه های روز دوشنبه نیز حرف های بر لب می آورد. او تاکید دارد که کشورهای بیرونی با تجهیز گروه های هراس افکن در تلاشند منافعشان را در افغانستان تأمین کنند. هنوز ما دقیق نمیگیم برتان. بالاتر از 2 نفر مرده شفتیده، امروز هم 2 نفر دیگه شده یک گودال پیدا کردن. اما سال گذشته نیز این پاسگاه مرزی نیروهای ارتش مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه آن 13 سرباز جان باخته بودند. کرر بلعت آرام افتاده بر خط جنجال برانگیز دیورند، اما کشته شدن 21 سرباز ارتش در نتیجه حمله مرگبار طالبان بر ولسوالی غازی آباد این بلعت تکان دهنده ترین مورد در سالهای اخیر بوده است و باور مقامات نظامی افغان این حمله در نتیجه دسیسه نظامیان پاکستانی صورت گرفته و هنوز هم درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب در ولسوالی غازی آباد ادامه دارد. فؤاد ناصری، آریانا نیوز، ولایت کنر.